وار به تاریخ 25 می 1998 یا به عبارتی 4 خرداد 1377 در چاتانوگا شهری در تنسی برگزار میشه. ابتدای شو وینس مکمن و همراه جرالد بریسکو و پت پترسون و چند مامور پلیس وارد میشه. وینس مکمن بعد مرور اتفاقات هفته گذشته که به آستین در قالب یه هوادار حمله کرد و پروموت کردن مسابقه سر کمربند WWF در پیپر ویو اوور دی اج، خبر از این میده که دود لاف در اون پیپر ویو قهرمان جدید ورلد رسلینگ فدریشن میشه. طلوع یک دوره جدید آغاز میشه. ما شاهد مرگ استیو آستین خواهیم بود که استیو آستین وارد میشه. آستین میگه تو به همه دنیا ثابت کردی که یه احمق حرومزاده ای. وینس میگه آستین ادامه میده تو خودت گفتی به من حمله کردی، پس سرکار ازت میخوام کارتو انجام بدی و این آشغال رو دستگیر کنی. که مامورا وینس مکمن رو دستگیر میکنن چون به عنوان تماشاچی به آستین حمله کرده و به وینس و شریک جرماش دستبند میزنن و میبرنشون. اما قبل رفتن آستین از شلوارش یه آبجو میکشه بیرون و میپاشه رو سر و کله وینس مکمن. و توی این تاریخ تازه بسات آبجو و آبجوخوری آستین استارت خورد. آستین همین اولشو وینس مکمن رو فرستاد زندان. اولین مسابقه شو آغاز میشه، مسابقه یه سیکس من تگ تیم بین دی او ای در مقابل ال او دی 2000 به همراه یه ممبر جدید به نام پیوک. پیوک دیبیو خودشو با تگری زدن روی موتور دی او ای آغاز میکنه و اولین مسابقهش آغاز میشه. توی این مسابقه خوب زمانی که هاک و انیمال با ایتبال و اسکال خارج از رینگ درگیر شدن، توی رینگ پیوک به چینز تری پوینت استنس و بعد پاور بام مخصوص خودشو میزن و چینز رو کاور میکنه و با کاور کردن چینز تیم رو پیروز میدان میکنه. پاور بامب مخصوصش رو ما با نام باتیستا بامب بعدها خواهیم شناخت. وینس و داره دستاشون نشون میدن که کردنشون دو ماشین پلیس. آلسنو هم نشون میدن که لا جمعیت تو شو حاضر. اوون هارت تنها وارد شو. بعد قهرمان NW The Beast دن سبرن توی این مسابقه دن برتری کامل خودش رو به رخ میکشه و تنها مومنتی که از دست میده زمانی میشه که اوون میزنه زیر بالزاشو. در آخر اومد که دست اوون رو بشکنه که اعضای نیشن آف دامانیشن میان و به داده اوون میرسن و مسابقه با دیسکوالیفیکیشن به نفع دن سبرن به اتمام میرسه. به دن راک باتم دوتا اسپلش با طعم مارک هنری میزنن و اومدن پای دن رو هم خلاص کنن که اسلاتر و داورا میان و مانه میشن. نشون داده میشه اج توی خیابونا با یه راننده دست به یقه شده. جکل بعد یه مدت نسبتا طولانی غیبت با آدمهای هاورد استرن که حدس میزنم با شو رادیویش بشناسیدش وارد میشه. تنک کتوله مست خشمگین و باب کرک هد جفت این بزرگوار دیگه در قید حیات نیستن و خلاصه جکل تیم جدیدی برای خودش دست و پا کرده که پرنسس لونا، گلگا و قد بلندترین ورزشکار در WWF جاینت سیلوا هستن. سوال کورگن چی شد؟ هدبنگرز وارد میشن و ترشر مسابقه تک به تک داره با گلگا که توی این مسابقه گلگا با وزن و ابعادش حرفی برای ترشر واقعی نمیذاره و خیلی ساده با اجرای پاور سلام کار ترشر رو تموم میکنه که بعد مسابقه ماش میاد حرکتی بزنه که یه هدبات از جاینت سیلوا میخوره و سیلوا به داور هم هدبات میزنه. جکل حال و هوای رئیس سیرک بودن رو به خوبی الغا کرد. جف جرت و همراه تنسی لی وارد میشن و حریف جف کسی نیست جز ویدر. مسابقه شروع میشه و ویدر حسابی ترتیب جف رو میده و دو بار جف رو کاور میکنه اما تنسی لی حواس داور مسابقه رو پرت میکنه و باعث میشه این فرصت در یه جف مهیا بشه که به پای ویدر آسیب برسونه. اما ویدر به این سادگی وا نمیده و یه بیگ اسپلش به رینگ مسابقه پیوندش میده که سر و کله کین و پال بر پیدا میشه. کین با حمله به ویدر مسابقه رو با دیسکوالیفیکیشن تمام میکنه و موفق میشه ویدر رو به پلکان فلزی بکونه که پال موهای کین رو میگیره و متوقفش میکنه.
این دو در Over the Edge مسابقه ماسک در برابر ماسک خواهند. وینس رو دوباره نشون میدن که گویا آستین با یه عذرخواهی راضی میشه تا وینس آزاد بشه، که وینس صفحه اول همچین بگینگی با غرور معذرت خواهی میکنه که آستین خوشش نمیاد که وینس با تون صدای نازک به چیز خوردن میفته و آستین میزنه تو سر وینس و میگه باریکلا به سر خوب. به این شکل وینس مکمن رو دارو دستش آزاد میشن. وارزون آغاز میشه. وینس رو دارو دستش پوکیدو سرخورده وارد میشن و وینس حرف واسه گفتن دارو میگه: آستین، امیدوارم امشب بهت خوش گذشته باشه و بابت کاری که کردی به خودت افتخار کنی. به چه حقی میگی منو دستگیر کنن و مثل مجرما با هم برخورد میشه و آبجو میریزی پس گردنم برای چیزی که اصلا منظورم نبوده و موقعیت عذرخواهی ترتیب میدی؟ توی Over the Edge پوستتو میکنم و دنیاتو جهنم میکنم، اما تا اون موقع صبر نمیکنم و از امشب خوشبختی تو به جهنم تبدیل میکنم و تو باید در این شب با Undertaker مسابقه بدی. دیکس رو نشون میدن که همون ابتدا صفایی به بیزای همدیگه میدن و تریپل ایچ مشن مخفی داره و میخواد با هواپیما حرکتی بزنه. گزارشگران رو نشون میدن که آلسنو میپره یقه جری لالر رو میگیره که سر کارش رو داشته و ملاقاتی با وینس براش اوکی نکرده، که جری میگه هفته یه پیش کنارش نشسته بودی احمق، که سکیوریتی میان و میبرنش. تاکا میچیناکو قهرمان کارمند سبک وزن WWF وارد میشه مسابقه داره با توگو، که توی کمتر از 4 دقیقه موفق میشه خیلی زیبا با اجرای هریکن رانا توگو رو کاور کنه و برنده مسابقه بشه، که بعد مچ یاماگوچی‌سان اومد حرکتی بزنه اما تاکا میگیرتش که فوناکی و تیهو به تاکا حمله میکنن و برادشای نیستش که به داد تاکا میچیناکو برسه و بهش فیشرمن باستر، پاور بامب و سنتان بامب میزنه. مارک مرو قرارداد به دست به همراه سیبل وارد میشه، مسابقه رندوم داره با فاروق، که مارک همون ابتدا تو روند مچ سیبل رو سپر خودش کرد که فاروق بهش آسیب نزنه و در آخر مارک میتونه DDT بزنه که سیبل میپره وسط و حواس داور مسابقه خود مارک رو پرت میکنه، که فاروق از فرصت استفاده میکنه و با یک کلوزلاین کار مارک مرو رو تموم میکنه و برنده مسابقه میشه. سیبل به جای کمک داره باعث باخت مارک توی مسابقاتش میشه. بعد مچ مارک حرف داره و میگه هوی، میخوای با من بازی کنی؟ بذار تکلیفتو روشن کنم. توی Over the Edge برو یه کشتیگیر پیدا کن که بدون کمک تو بتونه منو شکست بده، و اگه شکست بده این قرارداد رو پاره میکنم و تو آزادی، و اگه من ببرم تو باید برای همیشه World Wrestling Federation رو ترک کنی، که سیبل قبول میکنه و میره. تریپل ایچ خلبان قصه ما رو نشون میدن که فقط صداشو میشنویم و برای WCW پیام داره و توی هوا براش نوشته که WCW میتونه بیاد بخورتش و مسابقهشو با راک تبلیغ میکنه و یه بمب هم به ساختمون WCW میزن. قهرمان کارمند اینترکانتیننتال راک به همراه مارک هنری وارد میشه، بعد قهرمان کارمند یورپین تریپل ایچ به همراه چاینا. مسابقه دو قهرمان آغاز میشه، مسابقه شون سر کارمند نیست. درگیری این دو خارج از رینگ کشیده میشه که چاینا یه مشت به راک میزنه که مارک هنری تو شاخه چاینا در میاد، و بعد یه زد خورد بین راک و تریپل ایچ خارج از رینگ. جریان مسابقه در رینگ ادامه پیدا میکنه که مارک هنری هم دخالتای خودش رو انجام میده و کارمند رو میده دست راک، و راک با کارمند میزنه تو کله تریپل ایچ و کاور، که چاینا پای راک رو میکشه و کاور رو به هم میزنه. راک موفق میشه البو دراپ مخصوصش رو بزنه و کاور، اما تریپل ایچ تسلیم نمیشه و سیگنیچر موفاش رو اجرا میکنه، و بعد به مارک هنری میگه بیا بخورش، که مارک هنری از کوره در میره. تو همین هیری ویری چاینا با کارمند میزنه تو کله راک و تریپل ایچ کاور میکنه، اما راک تسلیم نیست و در آخر مارک هنری میفته به جون تریپل ایچ، که چاینا با صندلی به استقبال کمرش میره و تریپل ایچ میتونه با هول دادن مارک هنری پرتش کنه توی پلکان فلزی و از شر مزاحم خلاص میشه. راک میاد تا حرکتی بزنه که راک هم به پلکان فلزی میکوبونه و مسابقه با دابل کاونت اوت به اتمام میرسه. تریپل ایچ میشینه وسط رینگ و راک میاد که بره، اما فاروق میاد سر وقتش رو روی استیج بهش پال درایور میزنه و تریپل ایچ میزنه زیر خنده.
مین ایونت شو آغاز میشه و وینس مکمن به عنوان داور وارد میشه. وینس توی این تایم هنوز آهنگ ورود نداره و حضرت اندرتیکر وارد میشن و وینس توی رینگ برای خودش فیگور میگیره که اندرتیکر زیاد باش حال نمیکنه و به وینس مکمن چوکسلم میزنه. هولی شت، اندرتیکر میره برای تومبستون که کین نمیاد و این دو برادر با هم درگیر میشن و درگیریشون به بین جمعیت کشیده میشه که استون کولد استیو استین وارد میشه، به بریسکو پترسون استانر میزنه و با تنابهای رینگ وینس رو گیر میندازه و با صندلی میاد که کله وینس مکمن رو بترکونه که دود لاو صندلی به دست میاد تا به داد وینس برسه، اما خودش به فاک میره و وینس رو فراری میدن و به این شکل شو رایز وار به اتمام میرسه. مرسی که این بررسی رو دیدید، دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، بررسی پیپر ویو اوور دیج رو از دست ندید، نظراتتون رو میتونید کامنت کنید و برای حمایت از من میتونید از طریق سایت raymeets.ir/thegametropole6 دونیت کنید و تا ویدیوی بعدی مراقب زیباییتون باشید.